بسم الله الرحمن الرحیم سرخط خبرها بازداشت یک نوجوان شیعه در انگلیس به دلیل پوشیدن آویز زینتی ذوالفقار فاو خواستار کمک فوری برای افغانستان شد بیش از 500 کشته در سفرهای نوروزی ایران و تخریب قدیمی ترین مسجد گجرات هند توسط نیروهای دولتی سلام بر سید و سالار شهیدان و درود بر شما بینندگان گرامی به این بخش خبری خوش آمدید من امار حسینی هستم و تازه ترین اخبار شیعیان جهان تقدیم حضورتان می شود رسانه های محلی انگلستان از بازداشت یک نوجوان شیعه به دلیل پوشیدن آویز زینتی زلفقار خبر دادند. این نوجوان ساکن شهر چلسی در آلیس به خاطر پوشیدن یک آویز چهار سانتیمتری زلفقار بازداشت و زندانی شده است. بر اساس گزارش رسانه های محلی انگلیس، این نوجوان 16 ساله که رایم زیدی نام دارد در تاریخ 24 مارس 2023 توسط پلیس چلسی بازداشت شد. خانواده این نوجوان بازداشت شده اقدام پلیس چلسی را غیرقانونی دانسته و آن را به شدت محکوم کردند. از سوی دیگر برخی رسانه های محلی انگلیس بازداشت این نوجوان را اقدام درستی دانسته و آویز را یک تیغ نامیدند و مدعی شدند که نوجوان بازداشت شده قصد داشته با این تیغ به یک کارگر حمله کند قابل ذکر است در پی انتشار خبر بازداشت این نوجوان مسلمان در فضای مجازی و شبکای اجتماعی موجی از خشم و انتقاد متوجه پلیس چلسی شد کاربران اقدام پلیس چلسی را تعرض به حقوق و آزادی این جوان دانستند که به گفته آنان تنها به خاطر یک شک و احتمال صورت گرفته است رایم زیدی نیز بعد از آزاد شدن با انتشار پستی در صفحه شخصی خود از برخورد بد نیروهای پلیس با وی خبر داد و نوشت آنها مرا به طور خشونت آمیزی به سمت دیوار هل دادند و سپس دستبند زدند وی در ادامه افزود آنها به راحتی می توانستند خود را پلیس معرفی کنند و من قطعا در برابر آنان تسلیم می شدم و واکنشی از خود نشان نمی دادم اما آنها چنین نکردند آنان می گفتند اینی که در گردن تو آویزان شده یک چاقوست در حالی که این یک آویز چهار سانتی متری ذوالفقار است این یک نماد مذهبی نزد شیعیان است سازمان جهانی غذا و کشاورزی ملل متحد فاو هشدار داد اگر طی روزهای آینده به طور فوری کمک دریافت نکند 9 میلیون نفر در افغانستان گرسنه خواهند ماند دیوید بسلیم رئیس سازمان جهانی غذا در توییتر نوشته است جهان نمیتواند در زمان بحران بی سابقه به مردم افغانستان پشت کند پیشتر نیز اوچا نهاد هماهنگ کننده کمک ها در افغانستان در تویتی اعلام کرد که 23 میلیون نفر در افغانستان در اولویت کمک بشر دوستانه قرار دارند اما تنها در صورتی میتوان به این افراد کمک کرد که بودجه کافی در دسترس باشد اوچا برای ارائه کمک های بشر دوستانه به افغانستان 4.6 میلیارد دلار درخواست کرده در حالی که گزارش های سازمان های بین المللی از افزایش میزان بیکاری و فقر در افغانستان خبر میدهند. هنوز اقدامات عملی برای کمک به مردم این کشور به نتیجه نرسیده است. تعداد جانباختگان سفرهای نوروزی در کشور ایران به, به بیش از 500 نفر رسیده است. فرمانده کل انتظامی ایران گفته بر اثر سوانه ترافیکی و تصادفات تاکنون بیش از 500 نفر در سطح کشور ایران جان باختند حجم تردد در جاده های این کشور به مناسبت ایام نوروز بیش از 290 میلیون بوده که به نسبت سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است و به گفته مسئولان امر آمار دقیق تلفات جاده بعد از تعطیلات نوروزی از سوی پزشکی قانونی ایران اعلام خواهد شد گفته میشود به دلیل بالا بودن قیمت ارز بیشتر مردم سفرهای داخلی را برای ایام نوروز انتخاب کردند مقامات ایرانی از مردم این کشور خواستند سفرهای نوروزی را مدیریت کرده و بازگشت خود را به روزهای پایانی تعطیلات موکول نکند نگاهی دوباره به سرخط خبرها بازداشت یک نوجوان شیعه در انگلیس به دلیل پوشیدن آویز زینتی زلفغار او خواستار کمک فوری برای افغانستان شد. بیش از 500 کشته در سفرهای نوروزی ایران. و در ادامه دروف پردازی فارس نسبت به سه مرجع تقلید شیعه خبرگزاری های حکومتی باز هم انتقاد به ظلم را برنتافتند. منابع محلی و رسانه هندی از تخریب قدیمی مسجد گجرات هند توسط نیروهای دولتی خبر دادند. تصاویر و کلیپ های تخریب این مسجد تاریخی در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی هند به طور گسترده منتشر شده و موج از خشم، نفرت و اعتراض علیه دولت هند را برانگیخت. گفته می نیروهای دولتی مقابل دیدگان مردم و در حضور اهالی منطقه دست به چنین اقدام ضد اسلامی زدن لازم به ذکر است حزب حاکم بهارات یا جاناتا که یک حزب هندوست در چند سال گذشته همواره به اعمال سیاست و رفتارهای ضد اسلامی تبعیض‌آمیز و نجات پرستانه اقدام ورزیده و ده ها مسجد خانه و املاک مسلمانان را به بحانه های مختلف تخریب کرده است. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه میدهیم. آرانا رانا عبدالحمید بانوی مسلمان مصری تبار موفق به گرفتن اولین مجوز رسمی پخش ازان از بلنگو در ایالت نیویورک آمریکا شد. با تلاش این بانوی مصری و مادرش مونا البغدادی برای اولین بار صدای اذان از بلنگوها در ماه مبارک رمضان در خیابان استوریا در نیویورک تنین انداز شد پلیس یونان از بازداشت دو مرد پاکستانی به اتهام ریزی برای حمله به یهودیان این کشور خبر میدهند بر اساس گزارش ها رسانه های بین المللی این دو نفر که 27 و 29 سال سن دارند روز سهشنبه هشتم فروردین در پایتخت یونان بازداشت شدند بر اساس گزارش ها این دو مرد قصد حمله تروریستی بر یک رستوران یهودیان در آتن را داشتند این دو تن شهروندان پاکستان هستند اما در ایران متولد شدند آنها دستکم کم چهار ماه پیش به طور غیرقانونی از طریق ترکیه به یونان رفتند دانش آموزان و والدین در مدرسه اجتماعی مایکلا در ویمبلی لندن به رسانه ها گفتند که معلمان آنها را از انجام نمازهای واجب خود در حیات مدرسه منع می کند. بیش از سه هزار نفر تومار آنلاینی را امضا کردند که از رفتار مدرسه که در حال حاضر هیچ گونه تسهیلات نماز برای دانش آموزان مسلمان خود که اکثریت پذیرش آن را تشکیل می ارائه نمی کند، شکایت کردند گفته می شود معلمان نماز خواندن دانش آموزان مسلمان را هنگامی که مشغول به این عبادت هستند را قطع کرده و آنها را با تعلیق یا اخراج تنبیه کردند مسجد دار رعایه از مساجد بزرگ شهر لندن پایتخت انگلیس هر روز 500 پرس افتار بین روزداران و نیازمندان توضیح می کند. به گفته یه مسئولان این مسجد آنها سال گذشته موفق شدند در طول ماه مبارک رمضان 45000 هزار پرس افتار توضیح کنند. امسال قرار است این عدد از سال گذشته بیشتر شود. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام با اشاره به اینکه طی ایام نوروز صد هزار نفر از طریق مرز مهران وارد عطبات آلیات شدند گفت تردد زوار در مرز مهران در مقایسه با سال گذشته 80 درصد افزایش داشته است و افزود روزانه بیش از 15 هزار نفر از طریق مرز مهران به عطابات آلیات تردد دارند و در مجموع در این ایام تا کنون صد هزار نفر از طریق این مرز تردد دارند خبرگزاری حکومتی فارس که زیر نظر نهادهای امنیتی نظام ولایت فقیه اداره و خدهی می شود تیه گزارشی تحت عنوان سرنوشت سه مرجع تقلیدی که مقابل امام خمینی استادند به تکرار دروغها و اتهامات ساخته و پرداخته محافل امنیتی علیه مراجع مستقل پرداخته است به گزارش همکارم سعید بهاری در این زمینه توجه فرمایید به تازگی خبرگزاری فارس که نهادهای امنیتی ایران آن را تأمین بودجه و سیاست گذاری می کنند گزارشی منتشر کرده تحت عنوان سرنوشت سه مرجع تقلیدی که مقابل امام خمینی استادند. در این گزارش دروغ ها و اتهامات محافل امنیتی علیه مراجع تقلید مستقل تکرار شده و روایت مجعول و دروغینی از مخالفت های مراجع ازام تقلید حضرات آیات ازام حسین علی منتظری سید محمد کازم شریعت مداری و سید محمد شیرازی با نظام ولایت فقیه تهیه و انتشار پیدا کرده است. این اولین باری نیست که نهادهای خبری و تبلیغی نظام ولایت فقیه علیه مراجع مستقل اعم از درگذشته و نیز مراجع زنده دروغ پردازی می کنند و به نظر میرسد درست هنگامی که یکی از مراجع مستقل و مردمی به بیان انتقاداتی علیه رفتار حاکمان نظام میپردازد، این نهادهای معمور مجددا نهاد مرجعیت مستقل و مردمی که هموار مقابل ظلم حاکمان بوده را مورد حجم قرار می دهند. این بار نیز بیانات روشنگرانه حضرت آیت الله العظمه سید صادق حسینی شیرازی در جمع مبلغین در آستانه ماه مبارک رمضان و انعکاس گسترده آن در رسانه ها موجب شد که رسانه حکومتی فارس دروغ پردازی های گذشته خود را باز نشر نماید. در حالی که نظام ولایت فقیه خود را برآمده از روحانیت و اسلام میداند تحمل انتقادات ناسهانه روحانیون و مراجع تقلید را هم نداشته و آنها را محکوم به حصر حبس و تزیقات فراوان نموده تا جایی که بر اثر بیماری و عدم دسترسی به پزشک متخصص و امکانات درمانی در حصر خانگی از دنیا رفتند اما گویا حتی پس از مرگ نیز از حجمه ها و دروغ پردازی ها در امان نیستند. با اینکه بسیاری از این تشکیک ها در کتب و مقالات مفصلی از جمله کتاب اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب نوشته دکتر محسن کدیبر که برای مطالعه عموم روی سایت ایشان نیز موجود است پاسخ داده شده به ذکر یک نمونه از این اتهامات می‌پردازیم. موضع مرحوم آیت الله العظما سید محمد شیرازی درباره جنگ ایران و عراق فارغ از آغازگر این جنگ هشت ساله نه تنها آیت الله العظما سید محمد شیرازی بلکه بسیاری از روحانیون بلند پایه و علما و مراجع مستقل از نظام های ایران و عراق جنگ و خونریزی میان دو کشور مسلمان با اکثریت شیعه را حرام می دانستند. مرحوم آیت الله العظمى سید محمد شیرازی جنگ ایران و عراق را تا مرحله دفاعی مجاز و مشروع دانسته و از زمانی که جنگ وارد مرحله تهاجم به خاک عراق شد آن را غیر شرعی دانستند آن مرجع فقید به ویژه پس از پیشنهاد عراق برای آتش بس اصرار مقامات ایران برای تداوم جنگ را نادرست و برادر کشی قلم داد کردن. مخصوصا آنکه اخبار موثق از جانب عراق حکایت داشت که صدام صد اکثرا از مناطق شیع نشین عراق سربازگیری می کرد و اکثر کشته های ارتش عراق از شیعیان این کشور بودند. موضع حق این دسته از علما هنگامی بیشتر برای مردم ایران و عراق اثبات شد که نه دیکتاتور بعثی و نه حاکمان نظام ولایت فقیه هیچ کدام به اهداف رویا پردازانه خود در جنگ هشت سال دست نیافتند و حاصل این نبرد بی حاصل جز میلیون ها کشته از دو سوی نبرد و بر باد رفتن سرمایه های دو کشور نبود. آن هم با شیوه نبردی که بعدا محسن رضایی با قربانی کردن هزاران جوان ایرانی بخشی از آن را عملیات فریب خواند. مرحوم آیت الله الازما سید محمد شیرازی اما به دلیل انتقادات به شیوه حکمرانی نظام ولایت فقیه سالها در حصر و تزیق به سر بود و نهایتا برخلاف احکام سریح اسلام اجازه ندادند در محل مورد وسیعت دفن شود و همچنین از برپایی مراسم تشیع و تدفین در شعن یک مرجع تقلید نیز برای ایشان ممانعت شد سعید بهاری اخبار شیعه مروری دوباره به سرخط خبرها بازداشت یک نوجوان شیعه در انگلیس به دلیل پوشیدن آویز زینتی زلفقار فاو خواستار کمک فوری برای افغانستان شد بیش از 500 کشته در سفرهای نوروزی ایران تخریب قدیمی ترین مسجد گجرات هند توسط نیروهای دولتی و دروغ پردازی فارس نسبت به سه مرجع تقلید شیعه خبرگزاری های حکومتی باز هم انتقاد به ظلم را برنتافتند تازه تاریخ خبرها رو میتونید در وبسایت یوتیوب و اینستاگرام اخبار شیعه ببینید همچنین میتونید اتفاقات و رخدادهای منطقه شهر یا کشورتون رو از طریق شماره روابط عمومی اخبار شیعه برای ما ارسال کنید به پایان این بخش خبری رسیدیم ممنونم که با ما همراه بودید اللهم اجل ولیک الفرج یا علی خدا نگهدار